آسوشیتد پرس در گزارش از تهران تلاش‌های خامنه ای را در مورد نمایش انتخاباتی رژیم غیر معمول و زود هنگام خواند و نوشت: پیام به هر آن کس که آزاد بودن انتخابات ماه ژوئن خرداد 92 را مورد پرسش قرار می‌دهد این است که ساکت باش. تلاشی در سطح خود علی خامنه ای با اظهاراتی صریح در جریان است تا هر گونه مخالفت آشکار را بر سر روند انتخاب جایگزین برای احمدی نژاد مهار کرده و رئیس جمهور جدیدی بر سر کار بیاورد که بسا فرمانپذیرتر از وی باشد. آسوشیتد پرس افزود: تقبیح کردن‌های علنی علیه هر کسی که از الفبای رسمی رژیم عدول کند امر جدیدی نیست، اما این آماده‌سازی‌های پیشگیرانه غیرمعمول و زودهنگام مبین نگرانی‌هایی است که انتقاد و شکایت بر سر چالش‌های بیشمار رژیم ایران را به وجود آورد. چالش‌هایی از قبیل فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های غرب، تورم دو رقمی و پول رایج که ارزش آن به صورت جهشواری رو به پایین بوده است. به گزارش آسوشیتد پرس، مصطفی الانی تحلیلگر در مرکز تحقیقات خلیج فارس که در ژنو مستقر است میگوید انتخابات در ماهیت فرصتی است که باعث شنیده شدن صداها می شود و رهبر رژیم ایران این موضوع را خیلی خوب می فهمد و محتمل نیست چنین فرصتی را قائل شود. هدف اصلی رژیم این بار این است که از هر گونه تکرار وقایع سال 88 اجتناب کند. آسوشیتد پرس افزود بیش از یک سال است کشمکش‌های سیاسی درون رژیم انحراف ناخوشایندی را برای نظام حاکم ایجاد کرده است. احمدی نژاد با مقابله‌جویی خود علیه خامنه‌ای آشکارا پروتکل‌ها را زیر پا گذاشت. برنامه حضور و سخنرانی احمدی نژاد در مجلس آخوندی در روز چهارشنبه 27 دی ماه به موضوع درگیری باندهای حکومتی تبدیل شده است. به خصوص که احمدی نژاد اعلام کرده به دلیل مشغله کاری فرصتی برای شنیدن سخنان نمایندگان ندارد و پس از سخنرانی خودش مجلس را ترک می‌کند. در این باره یک عضو هیئت رئیسه مجلس رژیم گفت: چنانچه احمدی نژاد اصرار داشته باشد که پس از سخنرانی جلسه را ترک کند و به سخنان نمایندگان گوش نکند، از ورود وی به مجلس جلوگیری خواهد شد. به افزود: امروز هیئت رئیسه مجلس نشستی را برای بررسی این موضوع ترتیب داده و گمان نمی کنم هیئت رئیسه از آیین‌نامه داخلی که به تایید شورای نگهبان رسیده عدول کند و چنانچه احمدی نژاد اصرار داشته باشد که پس از سخنرانی جلسه را ترک کند و به سخنان نمایندگان گوش نکند، از ورود وی جلوگیری خواهد شد. در این حال با هنر نایب رئیس مجلس آخوندی اظهار داشت اگر احمدی نژاد بگوید من تاب تحمل شنیدن صحبت‌های نمایندگان را ندارم، ما تسلیم می‌شویم. خبرگزاری حکومتی مهر در این باره نوشت احمدی نژاد در پیامی شفاهی خطاب به مجلس اظهار کرده است که به دلیل مشغله کاری فرصتی برای استماع سخنان نمایندگان ندارد و مایل است پس از درمیان گذاشتن سخنانش مجلس را ترک کند. این خبرگزاری افزود هیئت رئیسه مجلس در گفتگوهایی که با معاون پارلمانی و امور مجلس احمدی نژاد داشت به وی اعلام کرد نمایندگان متکلم وحده بودن احمدی نژاد را در مجلس بر نمیتابند. هیئت رئیسه مجلس رژیم در پیامی شفاهی خطاب به احمدی نژاد گفته است در صورتی که رئیس جمهور فرصتی برای استماع سخنان نمایندگان و پاسخ به آنان ندارد، بهتر است در جلسه روز چهارشنبه مجلس حضور پیدا نکند، چرا که با این شرایط نمایندگان در مجلس تمایلی به شنیدن سخنان وی ندارند. یک نظرسنجی جهانی نشان می‌دهد دیکتاتوری آخوندی بیش از هر زمان دیگر منزوی‌تر و از نظر مردم جهان منفورتر است. به گزارش واشنگتن پست، نظرسنجی مؤسسه بین‌المللی پیو از 21 کشور جهان نشان می‌دهد
نه تنها مردم کشورهای غربی نظر مثبتی نسبت به رژیم ایران ندارند، بلکه در میان کشورهای مسلمان نیز این نگرش نسبت به این رژیم وجود دارد و بدبینی به این حکومت افزایش پیدا کرده است. روزنامه واشنگتن پست خاطر نشان می کند در میان کشورهای مسلمان 79% از افکار عمومی اردن، 76% از افکار عمومی مصر و 55% افکار عمومی ترکیه با رژیم ایران مخالف هستند. حتی در لبنان که رژیم ایران در 3 دهه تلاش کرده است حامیانی داشته باشد، 61% از پاسخ دهندگان به این نظرسنجی نظر مثبتی نسبت به جمهوری اسلامی نشان ندادند. واشنگتن پست می‌افزاید در سالهای اخیر در دیدگاه اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها نسبت به رژیم ایران تحول چشمگیری روی داده است. امروزه در بخش عمده‌ای از کشورهای اروپایی نظر منفی نسبت به این رژیم شدیدتر از افکار عمومی آمریکاست. در حالی که 68% افکار عمومی آمریکا علیه رژیم ایران است، در میان کشورهای اروپایی این درصد بسیار بالاتر است. از جمله 91% مردم آلمان، 86% از افکار عمومی فرانسه، 85% در ایتالیا و 84% در اسپانیا نسبت به رژیم ایران نظر منفی دارند. خبرگزاری فرانسه دور بعدی مذاکرات بر سر بنبست اتمی با رژیم آخوندی را آخرین تلاش صلح‌آمیز دانست و سال 2013 را سال دشواری برای دیپلماسی با رژیم ایران عنوان کرد. خبرگزاری فرانسه از وین نوشت رژیم تهران روز چهارشنبه میزبان آژانس بین المللی انرژی اتمی برای مذاکره خواهد بود. مذاکراتی که شاید آخرین تلاش صلح‌آمیز دیپلماتیک برای حل و فصل بحران برنامه اتمی رژیم ایران باشد. بازدیدی که قرار است روز چهارشنبه صورت گیرد قبل از دور بعدی مذاکرات میان کشورهای 5+1 و رژیم ایران است که احتمالاً اواخر ماه ژانویه برگزار شود. محققان قاچاق سلاح رد پای مهمات رژیم آخوندی را در جنگ‌های آفریقا تایید کردند. به گزارش نیویورک تایمز، 6 سال است محققان قاچاق سلاح شامل چند کارشناس سابق سازمان ملل و 1 نفر از عفو بین‌الملل روی منبع مرموز فشنگ‌ها کار کردند. اولین علائم در کنیا، اوگاندا و جایی که اکنون سودان جنوبی نام دارد ظاهر شد. منبع تهیه این فشنگ‌ها نه یک کشور مزنون آفریقایی، بلکه ایران بود. نیویورک تایمز افزود شبکه‌های مخفی رژیم ایران به لیستی از گروه‌ها از جمله در مناطقی که مورد تحریم تسلیحاتی سازمان ملل هستند، مهمات دولتی خود را می‌رساندند. اسناد ردیابی فاش شده فشنگ‌های رژیم ایران را در ساحل آج، در کنگو، در افغانستان و نیروهای وابسته به القاعده در نیجر نشان می‌دهد این مهمات در اعمال خشونت‌آمیز مورد حمایت دولتی و گروه‌های وابسته به تروریسم مورد استفاده قرار گرفته است. نقش رژیم ایران در تأمین سلاح متحدانش مدت هاست که برای همه مشخص شده است. سفیر آمریکا در صنعا گفت رژیم ایران برای بی‌ثبات کردن یمن فعالیت می‌کند. به گزارش رویتر، جرالد فایرشتاین گفته است رژیم ایران در حال فعالیت در مناطق جنوبی یمن برای گسترش نفوذ خود و بی‌ثبات کردن منطقه استراتژیکی اطراف تنگه هرمز است. وی رژیم ایران را به حمایت از کسانی متهم کرده است که در تلاش برای احیای کشور مستقل در جنوب یمن هستند. سفیر آمریکا تصریح کرد مدارکی وجود دارد که حمایت رژیم ایران را از برخی عناصر افراط‌گرا اثبات می‌کند.